خوش اومدید به بخش دوم برنامه فیلم های ویژه برای کودکان و نوجوانان و یا درباره آنان. همیشه جایگاه ویژه‌ای در سینمای پیش و پس از انقلاب داشته. یکی از کارگردانان معروفی که به این نوع سینما پرداخته محمد علی طالبی است که بیش از 10 فیلم بلند ساخته. از فیلم های معروف او شهر موشا، چکمه، تو آزادی، بید و باد و کیسه برنج است که در ایران و فستیوال های جهانی با استقبال روبرو شده. اخیراً در جریان فستیوال فیلم های ایرانی در پراگ در یکی از سینماهای معروف تاریخی این شهر با او دیدار کردم. شما آخرین فیلمتون رو، اون فیلمی که نمایش داده شده حداقل چند سال پیش بوده، الان چی کار میکنید؟ الان کجا زندگی میکنید و دنبال چی پروژه هایی هستید؟ حدوداً 6-7 ماهه که اومدم به براتیسلاوا و در اینجا پایتخت جمهوری اسلوواکی، درست؟ بله بله، پایتخت اسلوواکی، اینجا زندگی میکنم موقتاً. البته ایرانم میرم، اینجا هم هستم و دلایل زیادی داره که یکیش این هستش که پسر من در اتریش زندگی میکنه و بعد من بعد از اینکه در واقع اون پسرم رو از دست دادم، باعث تأسفه که پسرتون در تصادف کشته شده. بله، به همین دلیل تصمیم گرفتم که یه مدتی بیام در یه فضای دیگری زندگی کنید. فکر بکنید برای آینده میخواین چه کار کنید. حتماً به جایی میرسید که بازم فیلم های بسیار خوبی رو که در گذشته از شما ما دیدیم همچنان ببینیم. فیلم هایی که شما تا به حال ساختید بسیار پرفروش بوده، بعضی هاشون در ایران، همشون خب اکران عمومی نشدن، حتما میدونیم به دلایلی شاید، ولی در فستیوال های بین المللی جوایز مختلفی شما گرفتید. میشه گفت که شما بیشتر روی ژانر کودکان و نوجوانان کار کردید. چرا این ژانر را شما دوست دارید؟ بله، به خاطر اینکه از اون اول خب من توی کانون بودم، از بچه‌ها شما از کانونیا هستید، کانون پرورش فکری بودم. خب طبیعتاً اونجا نگاه به سینمای کودک خب خیلی مهم بود و اغلب فیلمسازایی هم که اومدن فیلم ساختن از اونجا شروع کردن. منتها من تو این فضا موندم، نمیدونم چرا، به چه دلیل موندم. خب جذابیتش چی بوده برای شما که موندید؟ شاید به دلیل اینکه تو کودکی خودم خیلی حرف داشتم برای گفتن که هیچ وقت نمیتونستم بگم. هنوزم شاید بتونم بگم، دو سومش رو نتونستم بگم. چون پس برنامه منتظر فیلم های بهتر باشیم چون دو سومش رو نگفتم. خواهش میکنم، دلیلش واقعا این بوده که خب نمیشدم گفت. یعنی شما اجازه ندارید اونا رو بسازید، اون فیلم ها رو. و به این دلیل همیشه آرزو داشتم که لااقل یه فیلمی در مورد عشق دوتا نوجوان بسازم، چون نمیشده. چون وقتی شما میخواین یه فیلم عاشقانه بسازین که واقعا خیلی هم پاک هست، عشق دوران نوجوانی، وقتی یه چیزای اجازه بهتون داده نشه خب نمیتونید. اون فضا رو ولی اونایی که به شما اجازه دادن با همه محدودیت هایی که میساختین همچنان به هر فیلم های بسیار خوب برای ژانر کودکان و نوجوانان هستند، مثل چکمه، نمیدونم کیسه برنج، شهر موشها. شهر موشها که خیلی هم پرفروش شده در ایران. حالا شما تو این فیلم ها میخواین چی بگین؟ اولا که احساسم اینه که بعد از گذشت خیلی سال، 27-8 سال، 30 سال، شاید بیشتر، این فیلم‌ها هنوز داره دیده میشه. بله، و نه تنها تو ایران مردم علاقه نشون میدن و واقعا هر بار که ما یه نمایشی یه جایی داشتیم اومدن و خب هم خاطراتشون زنده شده، هم علاقه نشون دادن. مثلا یه فیلمی مثل کیسه برنج، بله، یا چکمه، یا فیلم‌های دیگه. در دنیا دارم احساس میکنم که باز اینا هی دارن دیده میشن و این خب برای خودم هم جذابه. چه چیزی تو این فیلم‌ها هست که به اصطلاح ماندگار هست و بعضی فیلم ها رو شما 15-20 سال پیش ساختید ولی همچنان دیده میشه؟ چه چیزی درش هست که هم برای ایرانی جالب دوباره ببینه، هم برای یه چک لهستانی در انگلیس که شما اومدید خیلی اونجا موفق بودید، چه چیزی در این فیلم ها هست که برای همه جالبه؟ ببین، هر انسانی با کودکیاش هم داره زندگی میکنه، یعنی کودکی تو وجود هر انسانی تا مرگش هست. بنابراین من فکر کنم این رابطه پاک دنیای کودکی که توی این فیلم ها هست و بعد مسائل انسانی که به دور از اون
دنیای شلوغیه که حالا سیاست و مسائل دیگه خیلی توش نقش داره. من فکر میکنم که شاید این دلیله که این فضای انسانی که تو این فیلم ها هست و بشریت انگار همیشه تشنه این روابط انسانی هستش، فکر میکنم اینا تأثیر میذاره. شما فیلم مثلا تو آزادی رو ساختید در مورد نوجوانانی که زندانی بودن، بچه هایی که زندانی بودند، و خیلی فیلم تأثیرگذاری بوده. چطوری اون رو ساختید؟ خب همیشه مواجه میشدم تو ایران با نوجوانانی که بزهکار بودن و واقعا مقصر نبودن. شرایط جامعه اینها رو به این فضا کشونده بود. و همیشه دلم میخواست که در مورد اونا یه فیلمی بسازم و این فیلم رو واقعا ضمن این که میساختم با این بچه ها زندگی میکردم. یه چیزی حدود 200-300 تا نوجوانی بودن که جرمای بعضیشون خیلی ناجوری مرتکب شده بودن مثل قتل، ولی احساس میکردم چقدر اون دنیای پاک کودکی باز توی وجود اونا بوده و زخم خورده در یه دوره. بنابراین ما این فیلم رو در مورد زندگی اونا ساختیم و فیلم های دیگه، مدل های دیگه. مثلا شما ببینید فیلم بید و باد در مورد یه بچه ایست که خیلی عادی داره توی کلاس زندگی میکنه، مدرسه زندگی میکنه با دوستان، با ولی این یه جوری داره شکنجه میشه. فکری که به هر حال اون تو اون فیلم بود مسئله شکنجه های روحیه که یه موقعی هستش که شما هیچ کاری ندارین با یه بچه، یه پدر مادری با بچهش هیچ کاری نداره ولی داره آزارش میده، یا یه معلم یه مدیر. اون اتفاقی تو اون فیلم میافته اینه که در واقع یه معلمی با یه سیستمی که اونجا برقرار میشه، این بچه تمام فیلم تا آخر فیلم استرس داره. و من یادمه ما توی کودکی معلم داشتیم چوب میزد، میزد کف دستمون، بعد این میگفتش که برو بشین ساعت 12 بیا چوبتو بخور تو دفتر. ببین تو این فاصله 4 ساعتی که قرار بود ما بریم اون چوبه رو بخوریم به شدت این آزار میشده. شما از رفتاری که با کودکان در جامعه ایران میشه نگران هستید و به دید انسانی دارید با وضعیت بچه ها، دید انتقادی دارید در فیلماتون، درسته؟ خیلی احساسی. باید عوض بشه جامعه ایرانی برخورد با بچه ها؟ خیلی احساسی، نه آکادمیک، نه خیلی چی، چون اون وظایف روانشناس هاست، وظایف آدم هاییست که باید بیان تو اون بخش رو کار بکنن. ببین من حسای خودم رو در واقع به تصویر میکشم، نمیخوام خیلی سیستماتیک و مطالعه شده بیام جامعه رو تحلیل کنم، یا این کار من نیست. به قول فروغ هم همیشه میگفت وظیفه ماها نیست، ما احساسی داریم اونو بیان میکنیم. من هر فیلم من راجع به یه نوعه، مثلا فیلم کیسه برن راجع به یه دختریه که میخواد بره پارک، یه دختر بچه 3.5 ساله، ولی این محرومه از این ماجرا، یعنی نمیتونه توی شرایطی که فقر اقتصادی هست، گرفتاری هست، پدر مادر چند تا بچه دارن، نمیتونن اینو ببرن. و تمام این فیلم این بچه عشق اینو داره که بره به یه پارک فقط و بره بازی کنه، و ما میدونیم که اتفاقا بازی چقدر مهمه توی زندگی بچه ها. اینا چیزایی بوده که من بهش پرداختم. حالا میشه بریم پارک مسته خانم؟ نه، نمیشه. خوبه خودت هم کوچولو بودی مسته خانم تو نهی باید پارک؟ مسته خانم من خیلی تو دوست دارم. تیشه جهنم می‌سوزه. اگه بریم پارک خوشحال میشم. تو هم خوشحال میشی که رنج گرفته یا؟ اگه بریم پارک خوشحال میشیم. پارک خیلی قشنگه همینجاست. بریم بچه دارم چیش بازی میکنم؟ مسئول خونده های برمان نمیزوزه اینقدر
نمیشه. با توجه به اینکه به هر حال مثلا فیلم کودکانی که شما ساختید برای نوجوانان کودکان خیلی مهم بوده و نکات مهمی را از این طریق مطرح کردید، استقبال هم شده، ولی دیگه کمتر در ایران فیلم در مورد کودکان و نوجوانان ساخته میشه. کشوری که کانون کودکان و نوجوانان قبل از انقلاب داشته و 50 سال اخیراً از عمرش گذشته، چرا ما کمتر در مورد کودکان، برای کودکان فیلم کمتر میسازیم؟ خب نسبت به مثلا 20 سال پیش سینمای کودک توی ایران افت داشته. حال اینکه ما میدونیم که بعد از انقلاب اساسا سینمای کودک و نوجوان باعث رشد سینمای ایران شد و تأثیر گذاشت به 90% از فیلمسازهای درجه ای که ما مثل آقای بیضایی یا مثل کیارستمی یا دیگران، اینها فیلمای کودک اصلا ساختن، توی کانون اومدن کار کردن. فیلم درخشان مثل باشو. چی با ماله سی انقدر سیاهی چرک چغندری؟ الان اون دوره طلایی نیستش، دارن بچه ها ولی فیلم میسازن. جوان هایی هستن که فیلم های خیلی خوب نوجوان میسازن، ولی اینا اکران نمیشه. اکران نمیشه، گرفتاره اینه که اینا دیده نمیشه. همچنان پس مردم این دغدغه رو دارن، یعنی اهل هنر که در مورد کودکان کار کنن، حتی توی تلویزیون به درستی نشون داده نمیشن. و جاشون دادن به اون فیلمایی که خیلی تجاری هستن یا فیلمایی که برای جوان هست. آقای طالبی، شما خودتون کارگردان موفقی هستید. من دوست ندارم از یک کارگردان موفق بپرسم که کارگردان مورد علاقش کیه، ولی به هر حال باید از شما بپرسم در ایران شما کدوم کارگردان رو دوست دارید؟ از قدیم اگه بخوایم شروع کنیم تا الان، کیا براتون سمبل بودن، دوست دارین کارشون رو حس میکنید؟ ببینید، من اینو شعار نمیدم که بگم کوچکتر از اون هستم که نمیدونم فلان، ولی یه علاقه شخصی من به ابراهیم گلستان دارم به عنوان کسی که پایه‌گذار یه جور سینما. شاید 50 سالم هست دیگه فیلم نساخته. 50 سال پیش این آدم یه دونه فیلم ساخته، هنوز یه فیلم درجه یه که کدومشون؟ من نمیدونم این خشت آینه چه جوریه که هر بار میبینمش تازگی داره. پایونیر بوده، یعنی پیشرو بوده، آغاز کرده اینو، یعنی بنیانگذار بوده به نظر من تو این سینما. خب آقای گلستان، بعد از آقای گلستان، من یه علاقه شخصی هم به شهید ثالث دارم، چون هم دوستم بود و هم فکر میکنم حق این آدم به اصطلاح ادا نشده. اصلا حتی توی درست خیلی جوایز بین المللی گرفت، ولی یه نابغه در واقع نامه. یه ژانر خودش ایجاد کرده است. این یه نابغه گمنامه. یعنی مثل ونگوک فرض کن که تو دوران خودش هنوز، چون زمانی نگذشته است، شهید ثالث، ولی شما هر فیلمش درخشانه. مثلا طبیعت بی جان. طبیعت بی جان یکی از شاهکارهای سینمایی. یک اتفاق ساده، وقت بلوغ، خاطرات یک عاشق در غربت، همه اینا رو شما بشینید ببینید هر کدوم چقدر درخشانه. و خب البته توی فیلمسازای خارجی هم که تو این ژانر هستن، تو این فضا هستن، من همیشه به برسون، روبرت برسون، خیلی علاقه داشتم و بعد میدونم که سهراب هم خیلی تحت تاثیر یا علاقه مند به برسون بود. ما هنرپیشه‌های خیلی خوبی هم داریم در ایران، شما با بعضیاشون کار کردید. شاید اگه بخواید مثلا هنرپیشه‌ها رو هم صحبت کنید، مثلا هنرپیشه زن مورد علاقتون در سینما ایران کیه؟ شما اگر حتی نمیگفتین هنرپیشه زنتون، یعنی مثلا میگفتین چه هنرپیشه ای رو بیشتر از همه دوست داشتیم، من میگفتم که سوسن تسلیمی. برای اینکه این فکر میکنم 10 تا 12 تا فیلم بازی کرده و همه درخشانه. یعنی اینطوری نیستش که شما بگی این فیلمش، یعنی من نمیدونم چقدر این دقیق انتخاب کرده، چقدر این آدم درست فیلماشو انتخاب کرده. ما هنرپیشه‌های خیلی فوق‌العاده‌ای تو ایران داریم، ولی شما می‌بینید 100 تا فیلم بازی کرده، 150 تا فیلم بازی کرده، که تو اینا فیلمایی که ضعیفه یا اشکال داره وجود داره، ولی هنرپیشه خوبی هم هست. ولی این آدم نه، این یه نظم و انضباط خاصی داشته که هر فیلمی بازی می‌کنه درجه یک باشه، مثل فیلم مادیان، مثل فیلم فرض کنید شاید وقتی دیگر، فیلم باشه، تارا، خیلی فیلم اینطوری که کار کرده بولادن همه فیلم. و در سوئد هم میدونید خیلی موفق ایشون، یکی از ایرانیایی که بعد از انقلاب اومده خارج و در اون کشور هم بسیار موفق شده. به نظر من این الگوی خود آدمایی مثل منم هست، یعنی من وقتی میام توی کشور دیگه میخوام زندگی کنم، میگم یادت باشه سوسن تسلیمی میگفت چقدر سختی کشیده توی
سوئد تا تونسته اونجا دوباره خودش رو تثبیت کنه. و به نظر من یه آدمی مثل سوسن تسلیمی حتی اگر کارم دیگه نکنه پرونده کاملی داره، کاراشو کرده، راحت میتونه بره قدم بزنه. من میگم یه هنرمند خوب اگه کارشو درست انجام داده باشه میتونه بعدم بره کنار یه دریاچه راه بره، مثلا میتونه بره ماهیگیری. زیاد کاراشو کرده، کاراشو انجام. بسیار خوب، شما هم کارهای زیادی کردی ولی از شما همچنان انتظار داریم که کارهای بیشتر بکنید. به خیلی از شما ممنونم که با ما صحبت کردید. برای شما موفقیت‌های بیشتری آرزو می‌کنم. متشکرم.